حالا بگذار که من صحبت کنم. ببینید، من یک چند جزء را یادداشت کردم هم اینجا از حرفای آقای علی. آقای علی در قدم اول گفتیم استاد که شوال بزرگوار، همو طالب اسلام الدین هم درخواست مکررن کامنت کده رس میگه مرا بالا بیار. می با او بطب او اصلا منطق بحث نداره، خواهشان ببین آقای علی، خودت اولین حرفت گفتی که گفتی در کشور ما مظلومترین قوم، بی‌غرضترین، بی‌ضررترین قوم هزاره هاست، در حالی که اوتر نیست، بی‌ضررترین قوم ترکمن هاست و این قضاوت تمام مردم و سرزمین است. چون ما و شما از دوره که شفیع دیوانه مسلح بود، نصیر دیوانه مسلح بود و چی جنایاتی که در حق مردم روا داشتند، اونا را هم اگه یاد دارم. شما نگوین که مظلومیت به چی نیست اصلا. استاد شما بزرگوار، اونا حقشان هم میتربیستن در وقت جنگ صورت گرفت. ببینید، همین موضوعی را که آقای سلطانی یاد کرد که چرا شما برای آقای علی که چرا شما علی طالبا طرف واقع نمیشین یا با طالبا یک مقدار لابی میکنین، این حکم اصلا این بچه ازاره نیست. دوستان عزیزی را خوب بدانید، این حکم شورای سرتاسری از ایناست که در اروپا اینا تصمیم میگیرن و میگن که گویا چند تا همو کفتانایشان در اونجا هستن، اونا میگن که اینی کار شما بکنین که باعث بقا و باعث سعادت قوم باشن. اینا اونا فکر میکنن که افغانا را کلا میگذارن، گویا ما افغانا را فریب میدیم و میگیم که با شما هستیم، ظاهرا لابیگری میکنیم برشان، ظاهرا مسکمالی میکنیم، اما ملت باقی مانده ما در درون کشور در امان بانه و بقایای سرزمین ما نه اوتور نیست. افغان شما فریب داده نمیتونین، به خاطر که دهید صورت یک انگشت منی، ده انگشت ما مانده شست میکنم براتون که افغان با ازاره قطعا جور نمیاد از زندگی. و همیشه همون رقمی که امیال فقه جعفریه چی مذهب جعفریه را اصلا اونا مردود شمردن، همون رقمی که در روز رمضان اینا یک روز بعد روز در روز دوم عید میکنن، در روز اول عید روزه را سر جان بزور خوراندن و سر کل مردمشان عید کردن، همون شکلی که ده ها مورد دیگر او روز در دو جاغوری شرایط لباس پوشیدن برشان اطلاق میکرد، و ده ها مورد دیگر در هیچ صورت اینا اصلا برای اونا که ولو در ورقای قرآن کریم هم خود تاو بتن، برای افغان، افغان قطعا اینا را تحویل نمیگیره. حضیر دل ظاهر هم میگه که بار یک مقدار فعلا فارسی زبان ها تجزیه شود، اما با گذشت زمان باز با اینا گفت نیست. این موضوع از اوناست. ببینین، اگر اینا میگه که ما با شما یک مقدار در منافعتان گپ بزنیم خوب هستیم، و اگر گپ نزنیم خوب نیستیم، یا در کنارتان باشیم خوب هستیم یا نباشیم. در کدام زمان شما در کنار تاجکا بودیم؟ یک بار این سوال ها ما، چون جنگ های دور 71، 72، 73 اون دوره ها را همیشه مکمل بخیم تو دادم چشمم هست، کلش از تاریخ هایش هم پرانی بیاد بود. در کدام زمان، در کدام جبهه شما با تاجیکا بوده؟ ببینید، ما جنگ جمعیت کرد، جنگ جمعیت کرد با افغانا، جنگ احمد شاه مسعود کرد با افغانا، جنگ استاد ربانی شهید کرد با افغانا، نه با طالبا کردیم، با طالبا، با افغانا نکردیم. ما وقتی که افغانی، افغانا میگیم یعنی افغانیزم. اینم قبیله اینا، من به این معنا میگم سلطانی عزیز، اینا به این معنا میگم که اینمی قبیله که تک قدرتی میخواست، یگانه قدرتی که در برابر از اینا استاد شد ما تاجیکا بودیم. اگر زمان امان الله خان هم حکومت امانی را سرنگون کردیم، امیر حبیب الله کلکانی کرد، ما کردیم. اگر در زمان نجیب هم
اون مقاومت جانانه ده، اون جنگای ببین جنگ اینمی افغان ها رو مثال بدم، برای جنگ جلال آباد ابو کامیاب بود، جنگ جلال آباد حزب اسلامی حکمتیار گفت که هیچ کس را در جلسه نمون که به اشتراک کنه، گفت غیر از حزب اسلامی دیگه هیچ تنظیم شرکت کرده نمیتونه، جلال آباد ما به زور خود میگیره. رفت در جلال آباد پاره پاره کرد، خود زورش نرسید، در تنگی واقجان ناکام بود، در جنگ تنگی واقجان علی حکومت نجیب. اما چرا در پنج شهر اینجا پوز حکومت نجیب دفاق مالیده شد، پوز قشون سرخ دفاق مالیده شد؟ جنگ ما کردیم، اصلا دستاورد آخر جنگ اینمی بود که باید حکومت اسلامی ایجاد شد. اونمو حکومت اسلامی وقتی که تقویه شده بود از طرف با گرفتن حکومت نجیب، وقتی که جبهه پنجشیر تقویه شده بود، اینمی جنگ مقاومت که در برابر طالبا کردیم، در برابر طالبا بفرمایم، ما همیار یک دوستای عزیز در دلتان بد میرسه یا خوب میرسه، من کار دو ندارم. در تمام طول جنگ روسا بابا مزاری ترق فیر علی روس نکده، ترق فیر یک مرمی هم شلیک نکده در برابر جبهه روس. در اون زمان در ایران بودم و بعد از او هم که آمدن، وقتی که پیشتر خودت میگی که ما، میگه بابا مزاری خواهان وحدت ملی بود، کدام تنظیمی بود که بابا مزاری امرایش جنگ نکرد؟ امیره یک بار بفرما برای ما بود. و ضمناً اونا تنها حق قوم خود را میخواست، این در این تو برحق هستی اگر بر ادعای داشته باشی، اما در جهاد در مقاومت قطعا سهم نداشتن. در بامیان در کجا سهم داشتن؟ در جنگ های در مقاومت. ابو وقتی که ازاره ها میگه که اگر ما در کنار شما نبودیم، در کدام زمان؟ در انتخابات اگر میگین، در انتخابات اینقدر رأی شما مدیریت شده بود، یک رأی تان هم نمیخواستید که در نفع یک تاجیک بریزد. در هر دوره در پولی کرزی بودین، در پولی غنی بودین، یک دوره آخر در پولی عبدالله آمدین، عبدالله هم یک آدم پسلق اوغان بود، هیچ اصلا با ما ربط نداشت. اما زمانی که اگر استاد عطا محمد نور خدا کاندید میکرد، میگفتین شما رای دادین احمد جای مسعود خدا کاندید میکرد، شما رای میدادین یا یک تاجیک دیگه، من میگفتیم درست. کدام زمان شما در کنار ما بودین؟ حالی هم که در کنار ما نیستین، در کنار طالبا هستین، مبارک شما باد. ما هیچ نیازی نداریم، ما هم رقم که جنگ دیدیم تا هنوز در دوره مقاومت، اونم که شهیدی را که دادیم، دو اونم که شهیدی دیگه میدیم. اما هیچگاه ما مردم اهل تسلیمی نیستیم، هیچگاه ما سر فرود در درگاه پشتونیزم و افغانیزم نمیاد، همیشه پوز افغانیزم ما میده کنیم، باز هم میده میکنیم. سپاس افغانیزم تسلیم نشده، سپاس استاد شیوای بزرگوار. آقای علی وقت با مهران میتیم.